بله، و مهمان ما هم جناب استاد نورالله کریمی هست و امروز در رابطه با آداب سخن گفتن صحبت میکنیم. جناب کریمی صاحب سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. علیکم سلام، سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز، صبح شما بخیر. این صحبت ها را از اینجا آغاز میکنیم. گفتن که در سخن گفتن مواظب باشید، چرا که تمام سخنهای ما نوشته میشن. بله، همچون چیزی هست. بله. میگن که ملکی هست تمام سخنهای ما را نوشته میکنه، یعنی ملک مقرری هست، هر آن سخنی که ما بیان میکنیم او سخنها از طرف از اونها نوشته میشه، یعنی بله. هیچ کلام ما، هیچ سخن ما نیست که اون نوشته نشه. یک سخنی هم هست که او را به حضرت علی نسبت میتن، میگن تا زمانی که انسان سخن نگفته سخن اسیر انسان هست، بعد از اینکه انسان سخن را گفت انسان اسیر او سخن میباشه، یعنی خواه خوب باشه یا خواه این که بد باشه انسان اسیر همان سخنی هست که او را گفته، خواستش باشه یا تند باشه به هر شکلی که. بنان از جمله نعمت هایی که الله جل جلاله به انسان لطف کرده، عطا کرده از قبیل عقل و منطق و شعور، در زمره از اینها، در پهلوی از اینها، یکی از آن نعمت های بزرگ هم نعمت زبان هست که الله جل جلاله به انسان لطف کرده و با وسیله این نعمت انسان از دیگر زنده جان ها، از دیگر مخلوقات فرق میکنه، متفاوت است، یعنی مجزا ساخته با وسیله از این نعمت الله جل جلاله. بنان گفته می توانیم که این نعمت یعنی آینه ای هست که سویه علمی یا سویه عقلی، فکری، شعوری، بیانی و اینکه سویه اخلاقی انسان را به منعکس می سازد، بیان می کند. خب قطعا که استاد خیلی از نعمت هایی که خداوند بر ما ارزانی داشته در مقابلش یعنی ما وظیفه داریم که شکر کنیم، هم شکر زبانی و هم شکر عملی که باید این نعمت ها را در جای درستش استفاده کنیم. همطور که شما هم اشاره کردین، چقدر سخن گفتن درست و بجا و خوب میتونه که شعور و ادب یک انسان و خردمندی یک انسان نشان بده. در حقیقت ما گفته میتونیم که شکر هر نعمت از جنس خودش است. مثلا شکر زبان، چگونه ما شکر زبان را ادا کرده میتونیم یا شکر چشم را یا شکر شنویدن را ما ادا کرده میتونیم، میشه که از جنس خودش، با دیدن چیزهای خوب، با خواندن چیزهای خوب، با بیان کردن چیزهای خوب میتونیم که ما شکر ازیر ادا بکنیم. میگن که زبان وسیله ای هست که انسان نشسته بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ مشکلی میتونه که انسان را با قله های بسیار بلند معنوی انسان را برسانه. میشه با ذکر بوده، میتونه میشه با قرآن خواندن بوده، میتونه میشه با موعظه های حسنه و نیک و رهنمایی انسان ها بوده، میتونه با وسیله ازی میشه که انسان بسیار یک مقام بالای والایی کسب بکنه و در عین زمان میتونه که بسیار مقام پایین به اسفل سافلین هم انسان را ببره، با مو بیان کردن الفاظ زشتش، با تحقیر کردن و توهین کردن دیگر را، با دروغ گفتنش، با غیبت کردنش، با آزار دادن، آزاد کردن مسلمان ها میتونه که بسیار یک حالت پایین معنوی را هم به خود بگیره، تا از حیوانات هم کرده پایین تر باشه. در زمان جاهلیت مثلا انسان هایی بوده که با مو سخنهایشان، با مو شعرهایی که اینها میسراییدن قلب مسلمان ها را آزرده میکردن، قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را آزرده میکردن، باعث آزرده خاطری یا رنجش خاطر مسلمان ها میشدن. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثشان میفرماید که با فضیلت ترین شما کسی هست که دیگران از شرر دست و زبانش در امان باشه، یعنی تنها دست نمیشه، دست نمیگن، میشه که با دست خودم سبب آزار و اذیت دیگرا شویم، میشه که با زبان خود هم سبب آزار و اذیت دیگرا شویم. در حقیقت ایره آداب سخن گفتن هم میتونیم بگیم، مثلا میشه که ایره عفت زبان یا عفت کلام هم بگیم. بله، چون بخش عفت یک بحث جدا هست. بله. اما میتونیم بگیم که ایره عفت زبان یا عفت کلام. در این عرصه قاعده های یا نمونه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما بیان کرده که چگونه باید ما سخن بگوییم. بله. چگونه باید با مخاطب خود خطاب بکنین. اولین موضوع در اینجا عام فهم و واضح باید سخن بگوییم. گفتن مثلا ما همیشه به مخاطبین خطاب میکنیم، اگر مخاطب نباشه در پیش خود سخن نمیگیم. بنابراین نظر به سویه مخاطب باید سخن بگوییم. هر گفت مثلا سخن ما را کسی نفهمد، میشه که سخن خود را تکرار بکنیم، چون زمانی که میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سخن میگفتن بسیار نرم، بسیار ملایم و دانه دانه سخن میگفتن.
و بر روایت دیگر هم میگن که حتی میشد کمی سخنهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را حساب کرد، بسیار تو واضح ملایم و دانه دانه صحبت میکردن. بله جناب کریمی صاحب، گفتن که با مردم به نیکی سخن بگوین. بله. بعضی از افراد اشخاص هستند که حتی در امو سخن گفتنشان یک نوع تکبر و غرور ما میتونیم که احساس بکنیم. چطور میتونیم که از نرمی صحبت بکنیم، از صمیمیت صحبت بکنیم، از نیکی با مردم که در محلی که ما زندگی میکنیم صحبت بکنیم؟ ببینید، در این را در این بخش قرآن کریم بر ما بسیار یک راهنمایی خوب کرده. بله. اگر مخاطب ما کافر هم باشه، اگر مخاطب ما ظالم هم باشه، منافق هم باشه و اینکه مسلمان باشه، ما چگونه باید رفتار بکنیم در این عرصه؟ وقتی که الله جل جلاله حضرت موسی و هارون را پیش فرعون روان میکنه، در اونجا میگه اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. شما برین پیش فرعون که او سرکشی کرده، او طغیان کرده، شما با او با سخن نرم صحبت بکنین. در اینجا چی معنا هست؟ او ادعای الهی کرده، او ظالم هست، با آن هم با او شما چی بکنین؟ با سخن نرم رفتار بکنین. و در جای دیگر با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به سبب رحمت الله تو نرم خوی و نرم خصلت یا نرم قلب شدی. اگر تو تند خوی یا سخت قلب می بودی، هیچ کس در اطراف تو نمی بود. بنابراین میشه که مخاطب ما یک شخص ظالم باشه، میشه که مخاطب ما سخنهای ما را گوش نکنه، یک شخص کافر باشه یا مسلمان باشه. به هر شکلی ما باید در مقابل از اونها از امو خصلت پیامبری، از امو خصلتی که قرآن کریم ما را رهنمایی کرده، مطابق از او باید رفتار بکنیم، نرم رفتار بکنیم سخنهای خود را. بخاطر که میشه اگر ظالم هم باشه، اگر دشمن ما هم باش. اگر باشه، میشه که سخنهای نرم ما سبب نرمش قلب از او شود، میشه که از امو دشمنیش، از امو کینه و کدورتش، از امو تکبرش دست بردار شود. بله. در غیر صورت مثلا میگن که در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انسان هایی هم بودن که به خاطر قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اومده بودن، اما وقتی که حالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میبینن، سخنای نرم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میبینن و اینکه او حالت معنوی رو میبینن، میگن که از او قتل خود دست بردار میشن، پس میرن. بله. پس شدت شدت میآوره. مثلا ما اگر با تند و با غضب اگر صحبت کردیم، عین شکل از جانب مقابل هم به ما معبر عکس میشه. بنابراین بسیار با نرمی، با عطوفت، با مهربانی، خصلت یک مسلمان، اسلوب یک مسلمان امیر تقاضا میکنه که بسیار با نرمی باید ما رفتار بکنیم. خب استاد، اگر اشاره هم میکنین به محتوای سخن، گفتن که این محتوای سخن ما چقدر باید از بیماری های اخلاقی و امراض پاک باشه؟ مثلا عموما ما در وقت سخن گفتن یکی از موارد که بیشتر اشاره کردین، یکیش تکبر و غرور هست. مثلا میشه که علمیت ما بسیار بلند باشه، سویه علمی ما بلند باشه، با تکبر با غرور رفتار بکنیم، گویان که ما علمیتم بلند هست، باید ما به شکل بسیار بلند با سویه بلند باید صحبت بکنم. از همچین چیزا باید جلوگیری صورت گرفت. در هنگام سخن گفتن از حقارت و تحقیر کردن جان مقابل، بله، از این باید جلوگیری صورت گرفت. در مجالس میشه که ما باشیم، حق اولیت از بزرگای مجلس است. مثلا میشه که در رابطه با یک موضوع در مجلس اگر صحبتی میشده باشه یا سوالی در اونجا باشه، حق اولیت از بزرگای مجلس هست، حق اولیت از اونها هست. بنابراین باز نظر به مناسب، نظر به وقت، میشه که ما نظریات خود را یا مو پاسخ خود را ارائه بکنیم. در یک حدیث دیگه هم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت میکنه، میفرمایند که در روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اصحاب کرام پرسان میکنه، میگن که درختی را بر من نام بگیرید که شبیه یک مؤمن باشه. اصحاب کرام هر کدامشان نظرشان بیان میکنم، میگه از حضرت عبدالله میگه که من در ذهنم این بود که این درخت خرما هست، میخواستم که این را بیان بکنم، اما میگن که منتظر ماندم که بزرگا صحبت بکنه و بعد از او من سپس من. بله، در آخر ما صحبت و در آخر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که آن درخت درخت خرما هست که شبیه یک مؤمن، شبیه یک مسلمان هست. بنابراین وقت سخن گفتن، و اگر بزرگای ما سخن میگن، ما منتظر بمانیم که سخن از اونها خلاص شود، در بین سخن از اونها را قطع نکنیم و اینکه با تندی، با زشتی، با غضب امرای از اونها صحبت نکنیم. بله. روزی هم حضرت ابوبکر صدیق با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشسته بودند. در روایت ها زیاد شاید شنیده باشین که میگه از حضرت ابوبکر صدیق عموما در زبانشان، زیر زبانشان سنگی را حمل میکردند. امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت ابوبکر صدیق نشسته بودند و شخص میان بسیار گستاخانه زبان درازی میکنه و به حضرت ابوبکر صدیق چیزایی میگن.
یک بار دو بار از ابوبکر صدیق صبر میکنن و بالاخره پاسخ میتن با اونها، صبر کردن نمیتونن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر را ترک میکنن و میرن. حضرت ابوبکر صدیق هم علت نمیفهمن و میرن پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان میکنن، میگن که چرا یا رسول الله این چنین کردین؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب میگن وقتی که تو خاموش بودی و او شخص گستاخی میکرد یا بر تو دو دشنام یا الفاظ زشتی میگفت، ملکی بود که از تو دفاع میکرد. وقتی که تو به پاسخ از او پرداختی، او ملک میگه تبدیل کرد، جای از او را ابلیس گرفت، تا جایی که ابلیس باشه من نیستم. نیست. بله. بنابراین میشه وقتی که ما نرم صحبت بکنیم، خوب صحبت بکنیم، میشه که مخاطب ما با تندی، با غضب، با دو دشنام صحبت بکنه. یعنی صفت یک مسلمان نیست که با مثلش جواب بدیم. بله. یعنی میشه که ما پاسخ تندی از او را، پاسخ زشتی از او را با نرمی، با ملایمت، با اسلوب، با خوبی برعکس جواب بدیم. میشه که از امو کرده هاش پشیمان شد، میشه پای بو برای که خطا کرده، واقعا با تندی و زشتی رفتار کرده، از باید جلوگیری کنیم. بله. و همیشه یک دوستم برام درخت مجنونه، مجنون بیده مثال میده. بله. میگفت بی بی امل که درخت هرچقدر بزرگ میشه و میای به طرف پایین و ای از بزرگیش است. از بزرگیش است. میگن که گردن پتا شمشیر نمیبره. پس ما میتونیم که آداب سخن گفتن از کجا خوبتر بیاموزیم؟ بله. و در اینجا نقش والدین، پدر مادر برای فرزندای تازه جوان چی است؟ بله، اولین راهنمای ما هم مصادر شرعی هست که باید ما از اونجا بیاموزیم که بر ما در تمام عرصه های زندگی ما یک راهنمای، یک رهبری هست که ما از اونجا باید بیاموزیم که قاعده و اصول چی هست. دوم میشه که از خانه، از پدر و مادر هم انسان بیاموزه، چون بعضی در بعضی کتاب های دینی آمده میگن که بگذارین شما سخن نگوین، فعلتان سخن بگوید. یعنی ما آداب سخن گفتن را، ادب را، اصول زندگی را بیشتر از پدر و مادر میاموزیم. در زندگی تاثیرات آنها بالای ما بسیار زیاد هست، چون هر کاری که آنها کردن اطفال در خانواده مثل از آنها را کش میکنن که تکرار بله. بکنن. این سخنهای شیرین ما میتونیم که از رفقای خودم یاد بگیریم. اینه گاهی کسا هست، یک تعداد کسا هستن که با رفقای زشت سر کار دارن. بله. حتی مصوبتهایشان هم شده زشت، اما شیرینی و لب و لوابش از بین رفته. بله. بنابراین دقیقا رفیق و هم صحبت خیلی تاثیر بالای زندگی انسان داره. اگر رفیقای خوب باشه، بله، تاثیر 100% بالای حیات انسان داره، بالای زندگی انسان داره، بالای آخرت انسان داره. و در برعکس اگر رفقای انسان اگر بد هم باشه، خدای نکرده، عیناً تاثیرات منفی و بد بالای حیات انسان داره، چون یک بار دو بار بالای انسان تاثیر میکنه. محیط هم خیلی زیاد تاثیرات بالای انسان داره که باید دقت کرده شود. این موارد دروغ گفتن یا غیبت کردن یا هر آن عمل بدی را میشه که هم از رفیق هم از خانواده انسان آموخت. میگه مسلمان هم باید در کلامای خود عموما حقیقت و راست بیان بکنه، هیچ وقت دروغ نگوید. چون میگه وقتی که در یک حدیث دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان میکنه، وقتی که صبح شد تمام اعضای بدن به زبان مراجعه میکنن. بله. میگن که در قبال حقوق ما از الله بترس، از او صحیح دفاع بکو، چون میگه هر آن عملی که تو انجام میتی ما مطابق از او مجازات و مکافات میشیم. اگر تو در رای راست بودی ما در رای راست هستیم، اگر تو خلاف بودی ما هم در جهت خلاف خواهیم بود. بنابراین وقتی که سخن هم میگیم در قبال از ای که تند و زشت و سخت و نمیگیم، نباید بگوییم، باید به راست گفتن خودم دقت باید بکنیم که راست نگوییم، دروغ نگوییم، باید همیشه راست راست بگوییم. خیلی هم سپاسگزار هستیم. امیدوار هستم که امروز تصمیم بری بگیریم تا بتانیم که سخنهای شیرین باره به یک دیگر خود بگوییم. وقفه میگیریم.